یکی از مشکلات رایجی که در کشور ما وجود داره متاسفانه ناآشنایی اکثر ایرانیا با زبان انگلیسیه. خودتون میدونید انگلیسی دیگه زبان علمه. اگر کسی انگلیسی ندونه واقعا بی سواد محسوب میشه. متاسفانه مشکل اساسی ما از مدرسه شروع میشه. همونطور که میدونید قبلا از کلاس دوم راهنمایی و جدیدن هم که از اول راهنمایی تا پایان دبیرستان و دوره پیش دانشگاهی 6 سال زبان تدریس میشه. البته بماند که در دانشگاه ها همه رشته ها هم زبان انگلیسی عمومی دارن، زبان تخصصی خاص خودشونو دارن. با این حال وقتی فارغ التحصیل میشین اکثرمون از خوندن یه صفحه روزنامه انگلیسی زبان یا 5 دقیقه صحبت کردن با یه فرد خارجی یا نوشتن 2 سطر نامه بدون غلط املایی و گرامری به زبان انگلیسی عاجزی. جالب و البته تأسف برانگیزتر اینجاست که این ناتوانی علمی فقط ویژه مردم عادی، دیپلم‌ها و لیسانس‌ها نیست، بلکه بخش قابل توجهی از کسانی که مدارک عالی دارن مثل دکتری، اونم از نوع واقعیش، به این موزل دوچارن. و نکته اینجاست که برای ورود به دوره دکتری حتما باید انگلیسی رو تا حد تافل بلد باشن و از اونها آزمون گرفته میشه. ولی اینکه چگونه بعد از گرفتن مدرک دکتری هم 2 کلمه شاید نتونن انگلیسی صحبت بکنن و بنویسن و بخونن از عجایب روزگاره. البته دلیلش مشخصه، قبلا هم ممکنه براتون توضیح داده باشم. متاسفانه این ضعف و این کمبود ریشه در سیستم آموزشی نامرغوب و بیکیفیت رایج در مدارس و دانشگاه ها و بعضی از آموزشگاه های زبانه. اگر در سالیان گذشته فقط گروه اندکی مثل دیپلمات ها و تجار بین المللی نیازمند دونستن زبان انگلیسی بودن و برای بقیه توده مردم دونستن یک زبان خارجی حد اکثر یک پوز و کلاس محسوب می شد، امروزه با گسترش اینترنت، توسعه سفرهای خارجی، الزامات تجاری در عرصه بین المللی و نیازهای علمی و پژوهشی و حتی تفریحی، اکثر شهروندانمون حتی به طور روزانه با زبان انگلیسی سر و کار دارن که شاید ساده ترین اونها همین پنجره‌های سیستم عامل ویندوزتون باشه. تا حالا دقت کردید شمایی که به عنوان یک زبان آموز، به عنوان یک علاقه‌مند دنبال یادگیری زبان هستید، همین پنجره‌هایی که به شما نمایش داده میشه و شامل یک سری جملات و یک سری پیغام‌ها به شماست، شما ممکنه بدون آگاهی از محتوای پیغام یا یس بدید یا نو بدید یا اوکی بکنید یا کنسل بکنید. آیا واقعا متنش رو دقت کردید؟ آیا واقعا اینا رو متناشو کاملا متوجه شدید؟ البته یه تکنیکی که اینجا باید بهتون بگم اینه که یه مقدار روش و سیستم یادگیری قبلیتون رو تغییر بدید. یک مقدار در مواجهه با کلمات و جملات انگلیسی روزمره‌ای که با اونا سر و کار دارید و روزانه به چشمتون میخوره، هوشمندانه‌تر و یک مقدار کنجکاوتر برخورد بکنید. اونا رو تو ذهنتون داشته باشید، معنیشو بدونید، بخونید از روش. همین که روزانه این کلمات و این جملات تو ذهن شما باز هم تکرار میشه و این کلمات و این جملات از جلوی چشم شما باز هم در آینده عبور خواهند کرد و چشم شما به اونها خواهد خورد، باعث میشه که این کلمات و این جملات رو به صورت اتوماتیک یاد بگیرید و این جملات و این کلمات در مغز شما و در حافظه بلند مدت شما هک بشه و هیچ وقت اونها رو فراموش نکنید. یک مقدار نسبت به دنیای اطرافتون کنجکاو باشید. قبول کنیم یکم تنبلی از خودمونم هست، ولی البته باز هم تاکید میکنم که سیستم آموزشی ناکارآمد یکی از دلایل اصلی این اتفاقی که بر ما گذشته. در بسیاری از کشورها مثل پاکستان و هند اکثر مردم عادی علاوه بر زبان مادریشون انگلیسی هم صحبت میکنن، یا در اروپا که اکثر مردم به زبانهای غیر از انگلیسی مثل اسپانیولی و فرانسوی و آلمانی و تکلم میکنن، به زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم آشنایی کامل دارن. اصلا چرا راه دوری بریم؟ همین دبی که مقصد خیلی از هموطنانمون برای تفریح تشریف میبرن، از شیوخ عرب گرفته تا رانندگان تاکسی و مغازه‌داران جز هم انگلیسی رو به عنوان یک الزام زمانه یاد گرفتن. در این میون مردم ایران به رغم استعداد عالی و هوش بسیار بالایی که دارن، عمدتا از این زبان بی بهرن و تازه وقتی که پاشون از کشور بیرون میذارن از همون فرودگاه کشور مقصد متوجه میشن که چقدر از قافله عقبن. متاسفانه به رغم اون که سیستم آموزشی زبان انگلیسی ایران سالهاست که ناکارآمدی و بیخاصیت خودش رو ثابت کرده، ولی باز هم به همون روال قبلی خودش ادامه مسیر میده و حاصلی جز اتلاف سرمایه های کشور و عمر مردم نداره. یکی از دلایل دیگری هم که باعث میشه سیستم آموزشی رایج زبان انگلیسی ناکارآمد باشه، آموزش زبان انگلیسی به زبان فارسیه. حتی زبان آموزانی که انگلیسی رو به فارسی یاد میگیرن دچار این اشتباه میشن و راه رو اشتباه میرن و قطعا به هدف نخواهند رسید. دوستان عزیز، انگلیسی رو انگلیسی یاد بگیرید.
به انگلیسی فکر کنید، به انگلیسی صحبت کنید، به انگلیسی پردازش بکنید. یک پروسه‌ای که اتفاق میفته اینه که شما سعی میکنید متون انگلیسی رو همزمان برای خودتون ترجمه کنید به فارسی. خب با ترجمه کردن متون، با ترجمه کردن صحبت کسی که داره با شما صحبت میکنه به فارسی، که نمیتونید شما انگلیسی یاد بگیرید. در حقیقت دارید از شخصیت فارسی زبان خودتون کمک میگیرید برای اینکه بیاد ترجمه بکنه متون رو، برای خودتون جمله بسازید، دوباره بیانش بکنید. این پروسه پروسه پیچیده و تأخیر که حاصلی جز از بین بردن انگیزه و توانمندی شما نخواهد داشت و باعث به وجود اومدن شخصیت انگلیسی زبان شما و رشد اون نخواهد شد. باید توجه بکنید که انگلیسی رو انگلیسی یاد بگیرید. این بزرگترین اشتباهی که سعی بکنید انگلیسی رو فارسی یاد بگیرید. و معمولا زبان آموزان زمانی که میخوان شروع بکنن با یه منبع آموزشی، با یه فیلم آموزشی شروع بکنن به یادگیری، دنبال این هستن که حتما اون آموزش به صورت فارسی باشه. شمایی که دنبال یادگیری انگلیسی به فارسی بودین، اصلا چرا میخواید انگلیسی یاد بگیرید؟ همون فارسی رو تمرین بکنید دیگه. زبان آموز عزیز، دوست محترم من، این اشتباه رو نکنید. عمر و وقت و پول خودتون رو هدر ندید. انگلیسی رو باید انگلیسی یاد گرفت. در یک مجموعه آموزشی که داره به شما انگلیسی یاد میده، طبیعتاً شما اگر با کلمات ناشنایی برمیخورید، باید از دیکشنری استفاده بکنید، باید از فرهنگ لغت استفاده بکنید. نمیشه که شما در حال یادگیری یک زبان جدید باشید اما فرهنگ لغت و دیکشنری اون زبان رو استفاده نکنید.